نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا و برخی نمایندگان دموکرات خواستار حفظ تحریم های مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده ها سناتور جمهوری خواه روز پنج شنبه 25 آذر از رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا تحریم ها علیه ایران را متوقف نکند. 36 سناتور از 54 سناتور جمهوری خواه از جمله میچ مککانل رهبر اکثریت کنگره در نامه خود از آزمایش موشک اماد به عنوان خطری برای نیروهای نظامی ایالات متحده و نیز اسرائیل نام برده و گفتند به همین خاطر اشتباه است که برنامه موشک های بالستیک ایران را جدا از برنامه اتمی بدانیم. سناتور کریس کونز از حزب دموکرات نیز روز چهارشنبه 25 آذر گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدامی نزند آمریکا باید تحریم تحریم‌های تازه ای را علیه ایران وضع کند گروهی از ناظران سازمان ملل بر تحریم های صادر شده علیه تهران در گزارشی که روز سه شنبه 24 آذر منتشر شد اعلام کردند آزمایش موشک اماد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نقض قطعنامه 1929 سازمان ملل در این مورد بوده است. در پی انتشار این گزارش، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفته بود واشنگتن بر اعضای شورای امنیت فشار وارد خواهد کرد تا به اقدامی عملی علیه واقعه اخیر دست بزنند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود تهران قطنامه های پیش از قطنامه 2231 را فاقد اعتبار دانسته و خود را موظف به اجرای آن نمی داند. قطنامه 2231 در پی توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی و در حمایت از آن صادر شده است. در این قطنامه از ایران خواسته شده تا به فعالیت هایی که به موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای مربوط شود دست نزند. در گزارش دیگر خبرگزاری فارس روز پنج شنبه 26 آذر نوشته است کنگره آمریکا به زودی بررسی طرحی را آغاز می کند که با هدف افزایش فشار اقتصادی علیه سپاه پاسداران تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری فارس نویسندگان این طرح میگویند هدف از طرح تازه اعمال تحریم علیه هر ای که سپاه پاسداران به هر دلیلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از 20 درصد در آن زینف است بنابر این گزارش پیش از این آمریکا شرکت هایی و مجموعه هایی را تحریم می کرد که سپاه بیش از 50 درصد در آنها سهم داشت در متن این طرح سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده و متحدانش توصیف شده که از گروههایی چون حزب الله و حماس در فلسطین و همچنین بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند. این طرح همچنین سپاه پاسداران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است به گزارش خبرگزاری فارس این طرح روز سه شنبه 24 آذر به طور همزمان به دو کمیته امور خارجی و خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شده و اکنون در نوبت بررسی قرار دارد در خبر دیگر مجلس نمایندگان آمریکا روز چهار شنبه 25 آذر به اتفاق آرا تحریم های تازهی علیه بانک هایی که با گروه حزب الله لبنان مراودات مالی دارند تسبیب کرد در مصوبه جدید مجلس نمایندگان علاوه بر مؤسسات مالی طرف قرارداد با گروه حزب الله لبنان شرکت هایی که با تلویزیون المنار متعلق به این گروه خدمات ماهواره‌ای یا اینترنتی ارائه می دهند نیز مشمول تحریم شدند. این طرح که ماه گذشته در سنا تصویب شده بود روز چهارشنبه بدون هیچ رأی مخالفی در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و باید به امضای رئیس جمهور آمریکا نیز برسد گروه حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد در تحولی دیگر در حالی که خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 25 آذر از دیدار هفته گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس با رئیس جمهوری روسیه در مسکو خبر داد کرملین در همین روز این گزارش را تکذیب کرد خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز چهارشنبه 25 آذر نوشت که خبرنگار این خبرگزاری از دیمتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پرسیده است که آیا دیدار سلیمانی و پوتین واقعا انجام شده است که آقای پسکوف در پاسخ گفته است خیر این در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی به سفر قاسم سلیمانی به مسکو اشاره کرد و اظهار کرده بود که سفرهای او عادی و بر اساس روال جاری صورت می گیرد. قاسم سلیمانی در فهرست تحریم سازمان ملل متحد قرار دارد که همین امر کشورهای دیگر جهان را موظف می کند که به او اجازه سفر ندهند. آمریکا در سال 2007 قاسم سلیمانی را به دلیل نقش وی در حمایت از تروریسم در فهرست تحریمی خود قرار داد و اتحادیه اروپا نیز در سال 2011 فرمانده نیروی قدس را مورد تحریم قرار داد. رئیس جمهور ایران گفت در دیماه تحریم ها برداشته خواهد شد. آقای روحانی روز چهارشنبه 25 آذر ماه, ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر با اشاره به بسته شدن پرونده ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این توفیق آغازی خواهد بود برای حرکت‌های بعدی رئیس جمهوری ایران گفت عملیاتی شدن قطنامی شورای حکام و لغو شش قطنامی شورای امنیت منوط به اجرای تعهداتی است که ایران باید انجام دهد آقای روحانی گفت طرف مقابل گامهای بزرگی برداشته و در برابرش ایران هم گامهایی برداشته است. گامهای نهایی ظرف یکی دو هفته آینده برای نهایی شدن برداشته می شود و امیدواریم قدمهایی ظرف هفته آینده توسط طرف مقابل برداشته شود و ما هم آن قدمها را برداریم. آقای روحانی گفت با این امر راه برای تعامل بیشتر با جهان بازتر خواهد شد. رئیس جمهور ایران گفت از همه فعالان اقتصادی ایرانیان خارج از کشور و شرکت های داخلی و خارجی که توانایی همکاری دارند دعوت می کنیم از فرصت پیش رو استفاده کنیم. آقای روحانی گفت دوران نقد و انتقاد که در جای خودش ارزشمند بود دیگر در برجام جایی ندارد و همه ما باید از فضای به وجود آمده به خوبی برای رشد کشور استفاده کنیم. آقای روحانی گفت اگر مذاکرات هسته‌ای و تفاهمات با پنج به علاوه یک نبود و صرفا پرونده میخواست از طریق آژانس و بدون کمک پنج به علاوه یک حل شود شاید مدتها ادامه پیدا میکرد رئیس جمهوری اسلامی گفت بعد از قریب به 14 سال روشن شد که نظام ما نظامی مبتنی بر صداقت با همه مردم خود و همه جهانیان است و دروغ نگفته نمیگوید و به عهد خود وفادار است. آقای روحانی گفت آژانس و شورای حکام آژانس به این مسئله اعتراف کردند که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته هیچگاه از مسیر صلح آمیز انحرافی پیدا نکرده است و مشخص شد که ایران هیچگاه به دنبال ساخت بمب ای نبوده است. این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شود که آژانس در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در فعالیت های گذشته ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیش از پایان سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت های مربوط به ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای را انجام داده است. در این گزارش در این حال آمده است که این فعالیت ها از حد مطالعات امکانسنجی و مطالعات علمی فراتر نرفته است اما بخشی از این فعالیت ها تا سال 2009 میلادی نیز ادامه پیدا کرده است در همین حال محمد نقدی رئیس سازمان بسیج بار دیگر به آمریکا حمله کرده و گفته دشمنی آنان تغییر نکرده است به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان بسیج صبح پنجشنبه 26 آذر ماه در دومین مجمع عالی بسیج که در مشهد برگزار شد گفت: اکنون آمریکایی ها میخواهند در قالب نفوذ از کلام امام با ما حرف بزنند. آقای نقدی گفت: دشمن در حال حاضر به دنبال نفوذ است تا خود را دوست نشان دهد، سفره هفت سین میاندازند و رئیس جمهور آمریکا شعر فارسی میخواند و کم مانده نماز جمعه برگزار کنند. آقای نقدی گفت نفوذ در جاهای اتفاق افتاده و آمریکایی‌ها کلاً می‌خواهند به داخل بیایند و ما را دور بزنند و از پشت خنجر بزنند. فرمانده بسیج گفت ما الان در شرایط اوج بیم و اوج امید هستیم برخی ها میخواهند ما را فریب دهند و بگویند آمریکا تغییر کرده در حالی که پس از برجام به طور متوسط هر ماه یک لایحه علیه ایران داشتند که حالا یا تصویب شده یا نشده بنابراین دشمنی آنان تغییر نکرده است رئیس سازمان بسیج گفت نفوذ سه زمینه مهم دارد که یکی از آنها مسئله ترس است برخی میگویند مجبوریم با آمریکا کنار بیاییم و در این صورت سایه جنگ را از سر مردم برداشتیم نقدی زمینه دیگر نفوذ را سادگی و بلاحت دانست و گفت ساده لوحانه است که فکر کنیم آمریکایی که در ماهای جاری قانون میگذارد ایران باید قرامت کشته شدگان در لبنان را به مبلغ 46 میلیارد دلار بدهد و این را شرط برداشتن تحریم ها اعلام می کند تغییر کرده و از دشمنی دست برداشته است. آقای نقدی با انتقاد از برخی وزرای دولت حسن روحانی گفت برای بررسی صلاحیت دولتی ها در مجلس به بحث ثروت اندوزی اصلا توجه نشده و فقط دقت کردند که فتنگر هستند یا خیر فردی که فرزندش در دانشگاه های انگلیس درس میخواند و زندگی اشرافی دارد نمیتواند درد مردم را بفهمد. خداداد فرمان فرمایان از رئیسان پیشین بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت شاهنشاهی ایران در 87 سالگی در لندن درگذشت. فرمان فرمایان یکی از برجسته ترین برنامه توسعه اقتصادی ایران در حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. خداداد فرمان فرمایان یکی از کوچکترین پسران عبدالحسین میرزا فرمان فرما شاهزاده قاجار نواده عبا مرزا میرزا و نخست وزیر احمد شاه بود که در سال 1307 در تهران متولد شد. خداداد فرمان فرمایان در بیروت و آمریکا درس خواند و فارغ و تحصیل از هاروارد و دانشگاه کلورادو بود که از همان دوران جوانی برای تدریس در دانشگاه های آمریکا جذب شد. خداداد فرمان فرمایان شش سال را به تدریس در دانشگاه های مختلف آمریکا مشغول بود. خداداد فرمان فرمایان در دهه چهل خورشیدی و همزمان با سالهایی که به دوران طلایی در اقتصاد ایران مشهور شده به کار در مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی مشغول شد. او سرانجام به سازمان برنامه رفت و معاون آن سازمان و عضو شورای عالی اقتصاد شد و بعدها به ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه رسید. او در دوران تبعید در بریتانیا در یک شرکت بزرگ باز بازرگانی متعلق به برادران هندوجا در لندن در مقام مشاور عالی مشغول به کار بود. طی سالهای اخیر شماری از فرزندان شاهزاده فرمانفرما از جمله خانم ستاره و مریم فیروز زندگی را بدرود گفتند. خداداد فرمانفرمایان بامداد با امداد چهار شنبه 25 آذر در لندن درگذشت و هنگام مرگ همسر و سه فرزند وی بر بالینش بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که وارد نیویورک شده گفت بعد از ظهر پنجشنبه 26 آذر نشست‌های دو با وزرای خارجه کشورهای چین و آلمان خواهد داشت و احتمال ملاقات با وزیر خارجه آمریکا در مورد اجرای برجام نیز وجود دارد آقای ظریف که قرار است در مذاکرات قدرت‌های جهانی درباره بحران سوریه در نیویورک شرکت کند گفت پیش شرط های تعیین شده قدرت های خارجی دلیل تداوم جنگ و خونریزی چهار سال اخیر در سوریه است. آقای ظریف با اشاره به ادامه مذاکرات ژنو یک و دو در نیویورک گفت هنوز کلیه مقدمات لازم برای برگزاری این جلسه فراهم نشده است ولی به دلیل اینکه جلسه تشکیل شده جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل برای بحث در موضوعات مختلف به ویژه های لازم در جهت مبارزه با گروه های تروریستی و افراطی در آن کشور و کسب اطمینان از اینکه گروه های تروریستی در آینده کشور سوریه نقشی نداشته باشند در جلسه حضور خواهد داشت آقای ظریف گفت ادامه دسترسی های گروه تروریستی داعش به منابع مالی به ویژه از طریق فروش نفت به خریداران خارجی و عدم جلوگیری از ورود حامیان و جنگجویان گروه تروریستی داعش از خارج به کشورهای عراق و سوریه از بزرگترین معضلات بین المللی محسوب می شود. وزیر امور خارجی ایران با اشاره به جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت برای دستیابی به راهکاری در جهت جلوگیری از دسترسی داعش به منابع مالی گفت در این زمینه به یک هماهنگی بین المللی نیاز است تا دیگر از تروریسم به عنوان ابزاری در جهت اعمال سیاست های خارجی استفاده نشود آقای ظریف گفت از دیگر اهداف این سفر بحث در موضوع اجرای برجام طی نشست دوجانبه با برخی وزرای خارجی کشورهای پنج به علاوه یک است. ثبت نام داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 26 آذر ماه در وزارت کشور و فرمانداری های مراکز استان ایران آغاز شد. نام نویسی از داوطلبان این انتخابات تا روز چهارشنبه دوم دیماه ادامه خواهد داشت. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز پنجشنبه 26 آذر ماه در هنگام ثبت نام از حوزه تهران گفت در متن قانون اساسی کلمه‌ای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است. آقای خاتمی گفت اگر قانونگذار مسئله نظارت را توجه داشت حتما حدود و سقورش را بیان می کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران آقای خاتمی گفت نظارت در قانون نیامده اما رهبر انقلاب یک بار حجت الاسلام و المسلمین محمدی و حجازی را به کمیسیون تحقیق خبرگان فرستادند و بزرگوارانه گزارشی از دفتر خود و روند تصمیمگیری ها را مطرح کردند. امام جمعه موقت تهران گفت کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در دوره های مختلف وظیفه خود را انجام داده و به این باور رسیده که تنها شخصیتی که شایستگی رهبری این ملت در شرایط کنونی را دارد مقام معظم رهبری است این خطاست که نظارت را به معنای مچگیری بدانیم نظارت یعنی دیدن نقاط قوت و ضعف این نظارت با این معنا با اجازه ولایت انجام گرفته است احمد خاتمی همچنین درباره تشکیل کمیتهای برای بررسی شرایط کسانی که می توانند رهبری انقلاب را به عهده بگیرند گفت این مسئله اتفاق جدیدی نیست زیرا از خبرگان اول کمیتهای در این رابطه تشکیل شده و گروهی از برجستگان و خبرگان از کمیسیون اصل 109 و 111 انتخاب شدند. البته نه برای تعیین رهبر بلکه برای بررسی کسانی که در مزان رهبری هستند آن کمیته با رعایت کامل مسئله رازداری این اقدام را انجام دادند و اگر بخواهند این اسامی فقط به ایشان عرضه می شود احمد خاتمی گفت مجلس خبرگان در پی تعیین رهبری در شرایط کنونی نیست البته من چند بار از خود رهبری شنیدم که مجلس خبرگان باید چند رهبر در آستین داشته باشد خبرنگاری پرسید با توجه به ثبت نام شما آیا اقامه نماز جمعه به معنای تبلیغ برای شما محسوب نمی شود که وی در پاسخ گفت قانون دو هفته مانده به انتخابات را برای تبلیغات در نظر گرفته است که در این مدت کاندیداها ها نباید از تریبونهای عمومی استفاده کنند اما قبل از آن قانون اجازه می دهد که افراد از تریبونهای عمومی استفاده کنند من در دو دوره گذشته کاملا پایبند به این اصل بودم این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان درباره نحوه تشخیص اجتهاد داوطلبان انتخابات خبرگان خاطر نشان کرد تعدادی از داوطلبان در شهریور ماه امتحان کتبی و شفاهی دادند از افرادی که امروز نام نویسی می کنند نیز طبق روال گذشته امتحان کتبی و شفاهی گرفته می شود امام جمعه موقت تهران در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره ثبت نام یک خانم برای انتخابات خبرگان چیست گفت در این باره تصمیم فقهای شورای نگهبان هستند و نظر من تأثیری ندارد و هرچه آنها تشخیص میدهند همان می شود. سخنان احمد خاتمی در حالی ابراز شده است که پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت از ضرورت نظارت خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی سخن گفته بود در پی این سخنان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر رهبری وجود ندارد در پی برقراری آتش بس در یمن مبادله اسرا میان طرفین درگیر آغاز شده است. منابع یمنی روز پنجشنبه 26 آذر اعلام کردند تبادل صدها نفر از اسرا بین نیروهای مقاومت مردمی یمن و شبه نظامیان در منطقه بافه در شمال لهج انجام می شود. در این تبادل قرار است 370 نفر از شبه نظامیان حوثی 285 تن از نیروهای مقاومت هوادار دولت یمن تبادل شوند یک منبع نیروهای مقاومت یمن موسوم به عدن فراب به تلویزیون الحدس گفت روز چهارشنبه 25 آذر 370 نفر از اسرای شبه نظامیان حوسی با اتوبوس به منطقه بافع منتقل شدند تبادل اسرای شبه نظامیان حوسی بخشی از تبادل زندانیان است که قرار است به طور کامل به اجرا گذاشته شود و طی آن تمامی زندانیان در جنوب یمن آزاد شوند این مبادله اسیران در حالی صورت میگیرد که گفتگوهای مستقیم بین هیئت های مستقیم نمایندگی دولت و شورشیان و حوسی برای دومین روز در کشور سوئیس در جریان است این گفتگوها از سوی سازمان ملل متحد ترتیب داده شده و قرار است که دو طرف به آتشبس دائمی دست یابند و راه برای یک فرایند سیاسی باز شود تبادل اسرا بعد از آن صورت میگیرد که طی هفته های گذشته مذاکراتی برای تبادل اسرا در استانهای لهج و البیزا در جریان بوده است هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد اسرای دو طرف اعلام نشده اما گفته می شود که نیروهای مقاومت حدود 1800 نفر از شبه نظامیان حوسی را در اختیار دارند و شبه نظامیان حوسی هم حدود 8000 نفر از سیاستمداران و عوامل مقاومت را در صنعا و دیگر شهرهای یمن زندانی کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس دومین روز از دومین دور از مذاکرات صلح یمن در مکانی در حومه ژنو در حالی برگزار شده است که اسماعیل ولد شیخ احمد فرستادی ویژه سازمان ملل تمایلی به حضور رسانه ها ندارد بنابر این گزارش فرستادی ویژه سازمان ملل در یمن معتقد است که رسانه ها در دورهای قبلی مذاکرات یمن نقش منفی ایفا کردند و موجب شدند تا مذاکرات بدون هیچ نتیجه ای به پایان برسد به همین دلیل تصمیم گرفته تا دور کنونی از مذاکرات را در مکانی دور افتاده و بدون حضور رسانه ها برگزار کند هرچند که تعدادی از رسانه ها در ساختمان مقابل محل مذاکرات هیئت یمنی و هیئت وابسته به سعودی ها ایستادن و منتظر اخباری از داخل ساختمانند محل مذاکرات در منطقه ای به نام مالکوم در شهری در نزدیکی پایتخت سوئیس است به گزارش خبرگزاری فارس هرچند که طبق قوانینی که ولد شیخ احمد تعریف کرده هیچ یک از خبرنگاران اجازه ورود به داخل ساختمان را ندارند مذاکرات صلح یمن به طور رسمی از روز چهارشنبه 25 آذر آغاز شده و بر اساس پیشنویس مورد توافق هر دو طرف از صنعا و ریاض رایزنی ها میان دو هیئت در حال انجام است که هر یک متشکل از هشت عضو و چهار مشاورند علاوه بر آن هر هیئت دو کارشناس نظامی دارد تا درباره امور نظامی و امنیتی در چارچوب کارگروه های ویژه مشاوره ارائه دهند و این کارشناسان در نشست های مذاکراتی اصلی شرکت نخواهند داشت. هر یک از دو هیئت حق دارد یک کارگروه ویژه شامل چهار نفر را برای پشتیبانی اداری و فنی با خود به همراه داشته باشد اما این افراد نیز در نشست های اصلی و عمومی شرکت نخواهند داشت. در همین حال سرتیب احمد اسیری مشاور وزیر دفاع سعودی و سخنگوی اطلاف عربی گفت که ورود ایران به اطلاف اسلامی و نظامی که اخیرا از سوی پادشاهی سعودی اعلام شده منوط به پایان دادن به سیاست های خسمانی این کشور نسبت به کشورهای عربی، اسلامی و حمایت های این کشور از تروریسم است. آقای اسیری این سخنان را در گفتگو با روزنامه ار ریاض چاپ سعودی و در حاشیه سفر روز سهشنبه 24 آذر وزیر دفاع سعودی به کشور مصر مطرح کرد آقای اسیری گفت ما اکنون درباره عملیات نظامی برای مبارزه با تروریست سخن میگوییم و اگر ایران مایل است که به این اعتلاف به باید به سیاست های زیانبار خود در سوریه و یمن پایان دهد و از تروریسم در لبنان و عراق هم پشتیبانی نکند مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی گفت اینها گروه های تروریستی هستند که ایران آنها را به وجود آورده است برای ایران اولین قدم برای پیوستن به این اعتلاف دست برداشتن از سیاست های خسمانه نسبت به کشورهای عربی و اسلامی است